گزارش های تکمیلی از شورش و فرار شماری از زندانیان زندان پارسلون خورن بابا تاکیست این اقدام یک طرح هماهنگ شده بیرون و درون زندان بود است نفراتی از کوهدشت با دو پژو در حالی که همه چفیه به سر و صورت بسته بودند به زندان تهاجم می کنند در جریان این تهاجم دو تا سه زندانبان کشته می شوند به دلیل حمله از بیرون و شورش از داخل زندان زندانبانان به شدت وحشت کرده و کنترل را از دست می دهند. به دنبال شورش زندانیان خورم و فرار موفقیت آنان رژیم آخوندی اقدام به برقراری حکومت نظامی در شهر خورم و دستگیری مردم کرده است پاسداران در روستاهای اطراف نیز به خانه گردی پرداختند تا زندانیان فراری را دستگیر کنند مردم خورم در خانه هایشان را به روی زندانیان فراری گشودند و بسیاری از مردم با ماشین زندانیان را از شهر خارج کردند تا دست پاسداران به آنها نرسد روز پنجشنبه و به دنبال شورش و فرار زندانیان خرم‌آباد سخنگوی مجاهدین گفت درود درود به زندانیان و دست مریزاد رژیم یا باید خودش آزاد کند یا شورش جواب کار است سخنگوی مجاهدین خطاب زندانیان در زندانهای رژیم ضد بشری تاکید کرد شورش آزادی شورش آزادی خبرگزاری سپاه پاسداران به نقل از جعفر طولابی فرماندار رژیم در خرم‌آباد گفت یک بند از زندانیان زندان پارسیلون اقدام به فرار کرده و در این میان یک نفر از زندانیان کشته و یک نفر دستگیر شده است. وی در پاسخ به این سال که آیا آمار زندانیان متواری مشخص است توضیح داد خیر. هنوز آمار آن مشخص نیست اما این موضوع در حال بررسی است. وی با از آن به بسیج گسترده و سراسیمه نیروهای رژیم گفت همکنون کلیه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای آگاهی از محل اختفاع زندانیان متواری بسیج شده اند. مسعود رجوی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. این تنها راه جلوگیری از فاجعه کرونا در زندانهای رژیم است. حق گرفتنی است. باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضد بشر بیرون کشید